از جمله گزارش هایی که در طول 50 ساله گذشته نوشتم در فرصت های مختلف از چهره های مختلف، یک گزارشی از خاطرم بیرون نمیره و اون هم زمانی است که در آتن بودم برای تهیه فیلمی نفتکشا و در اونجا متوجه شدم یه خانواده قدیم ایرانی هست و اونها به اصرار منو دعوت کردن تو خونه‌ای که فرش و مقدار زیادی اجزای ایرانی داشتن، ولی مهمترین نکته این نبود. اونها من خبر دادن که یه پسر خیلی نابغه شیطونی داره خانواده که اسمش هم آپتین بود و آپتین رو میگفتن خیلی خوب. من یک دو روز با آپتین رفته بودم بیرون گشتم و واقعا مثل یک کسی که 20 سال بزرگتره، مثل کسی که دانشگاه رو تمام کرده، مثل یک دانشجو دکترا حرف میزد و بلد بود، چند تا زبان میدونست غیر از یونانی، ترکی، انگلیسی، فرانسه و فارسی، رو به راحتی و روانی به بی غلط حرف میزد و تو ریاضیات هم خیلی برجسته، خیلی به نظرم خیلی بچه عجیب. من مجذوب این شده بودم و خیلی دلم میخواست که ازش یک فیلمی تهیه بکنم، کردم. ولی یک سال بعدش خانواده من خبر دادن که آپتین بیمار شده و امیدی ندارن به این که آپتین نجات پیدا کنه کمتر از یک ماه دیگه. بنابراین اگر دوست دارم برم ببینمش. من به دلیل اینکه ممنون خروج شده بودم نمیتونستم برم ببینم، ولی تلفن میکردم با خانواده دنبال میکردم. اتفاق عجیبی است. خانواده با آپتین میرفتند به مرکز سرطان شناسی و در اونجا فهمیده بودن که در ذهن این بچه که در این زمان دیگه 11 سالش بود یک توموری هست که این تومور به سرعت داره پیشرفت میکنه، بنابراین احتمال میدادن که تا یک ماه بعد کورش بکنه، نزدیک قوه بیناییش بود و بعد هم او رو بکشه. تقریبا به اینجا به قطعیت رسیده بودن. وقتی به قطعیت رسیده بودن در یک جلسه در بیمارستان پزشک اصلی رهبر گروه به پدر آپتین میگه که من اگه جای شما بودم دیگه بیمارستان و شیمی درمانی اینا رو نمیکردم، چون دیگه ما کاری از همون ساخته نیست. بهتر اون بودش که شما آپتین رو برمیداشتین سفر دور دنیایی میرفتید یا به هر کاری که دلش میخواست. و پدر آپتین به او پیشنهاد کرده بود که بیا بریم و او گفته بود نه من درسام دیر میشه و نمیخوام و قانش شد کرده بود اونا رو که درسش براش از همه چی مهمتره. 3 ماه بعد از این حادثه به من خبر رسید که آپتین حالش خوب شده و نیاز به شیمی درمانی نداره. من اگر این صحنه رو خودم روبرو نشده بودم هرگز باور نمیکردم. وقتی تلفنی با آپتین حرف زدم ازش پرسیدم که حالت خوب شد چون قرار بود بره امریکا دیگه، گفت آره، به خاطر اینکه من روزی که آقای دکتر به پدرم میگفت که من بیشتر از 2-3 ماه عمر نمی کنم من شنیدم و اینها از من پنهان کردم، ولی من شنیدم و از اون موقع تصمیم گرفتم باش بجنگم. احساس کردم تب دیگه کاری نمیتونه بکنه، ولی مطمئن بودم خودم میتونم کاری بکنم. شبها میرفتم تو اتاق و خودم رو میزدم به خواب، ولی واقعش این استش که اون تومور رو در عالم خیال از سر خودم بیرون میوردم، میوردم روبروم قرار میدادم و با این هفتیرهای الکترونیک میزدمش و مطمئن بودم این داره کوچیک میشه. به همین جهت هم وقتی بعد از 3 ماه که از سفر برگشتیم با پدرم رفتیم و عکس گرفتن، اونا دیدن که توموری باقی نمونده، تنها کسی که تعجب نکرد من بودم. و آپتین یکی از برجسته ترین پزشکان جراح مغز الان.